ترتیب فعلا با ساختمان های بزرگ در کارتینه رسیدن. چقدر مصرف کرده بودید خانم؟ از این یک لک میتل بیش یک لک مصرف کرده بودیم. سه منزل یک لک دلار. آه دروغ نمیگم، یک لک دلار. آجی ولی در شرایط کنونی اگر ما بگویم که اونا نان شب نداره، خانه در زندگی پیدا نمیشه، تمام که دنیا را میپلن لکن خانه پیدا نمیشه، دکان پیدا نمیشه و این مردم ها هم کار ندارن، بیکار هستن. از یک طرف خوب است که شهر ما آباد میشه و از دیگه طرف یکمه که چیز هستیم بخاطر از این مردم بیچاره هستن. جایدادش چی هست؟ جایدادش دولتی هست؟ آه دولتی، جای کلش دولتی هست. سر سرک دیگه مردم جور کرده بود خانه. آه سر سرک جور کرده بود. دیده میگیریم خوب میگیم کلش بیرن کن. ما میگیم که تا از اندمین زد پیش نروا. آجیزه والا خط اخو بر تو دا اونجا زد بیا. خط دیوانا شده دادا بود دیوانا بوده. اصلا بی خط دیوانا که قلبا بگو که اینقدر ای بی سی رو زیاد نشته کردیدش. بله یک زمان اگر بگویم عاشق شده بودیم یا 13 متر. 13 متر اون تو اونو ایسا باید تخریب شده. دوستای عزیز که شما در تصویر میبینین باید تخریب شده. 13 متری تر 13 متر اون طرف مانو بزرگ دیگه هم شما در تصویر میبینین که او هم باید یک ایزیش تخریب شده. این طرف براتون گفته که پیسه میتید میگه خطوال خونه داده از طرف شروالی برای ما گفته شد 3 ماه پیش که پیش از تخریب بر شما پیسه داده میشه باز از اینجا شما میبراین. حالی که نه برای ما پیسه چیزی داده شد نه هم استملاک ما پیسی ما چقدر میشه چی. به نام خداوند بخشاینده و مهربان سلام و درود تقدیم همه شما خوبان با امید صحت سلامتی همه دوستای عزیز با ادامه گزارشات باز هم آمدیم و تخریب فعلا به ساختمان های بزرگ در کارتینه رسیده که عملا شما میبینین یکی از برند منزل ها یکی سیش تخریب شده و از این پیشتر هم ساختمان های بزرگی دیگه است که شفاخانه هاست که فعلا عملا تخریبش جریان داره و این طرف سرک هم تخریبا جریان داره. قسم کی طرف سرک است؟ اون طرف سرک هم تخریبا روان است. از همه مهمتری که این طرف یک ساختمان بزرگ دیگه هم شما در تصویر میبینین که او هم باید یک ازیش تخریب شود. این که چند مترش تخریب شود باز کوشش میکنیم نظر همشهری ها و جایداد والا را اگر پیدا کردیم اما ایشون صحبت ها میده شما فعلا به شدت تخریب و برداشتن موانع اینجا جریان داره و کوشش میشه که سرک از سر تپه کارتینه الا کوچه مارکت انکشاف پیدا کنه که بدون شک از همه مهمتری که جایداد در ساحه کارتینه فی بسمه به $70,000 امریکایی است و اینجا خانه ها هم تخریب میشه به خاطر سرک. یکی ایسی از این خانه های غیر قانونی گفته میشه نظر به گفته مسئولین گفت خانه های غیر قانونی است که در اینجا جور کرده بودن و باید تخریب شود. از این پیشتر هم یک تپه بسیار بزرگ است که تپه هم باید از بین برده شود تا سرک انکشاف پیدا کنه. با ما همراه باشید با هموطنان صحبت ها می داشته باشیم در رابطه با اینکه آیا خانه هایش که تخریب میشه توسط حکومت برشان پول پرداخت شده یا خیر. بیندای عزیز همین خانوی را که میبینه فعلا در حالت تخریب است و تخریب هم جریان داره. از آجی صاحب سمایش صحبت همی داشته باشیم که از چی وقت بالاخره تخریب شروع شده و چی وقت برشان اول داده شده. السلام علیکم عزیز. و علیکم سلام. چی حال داری؟ صحت هم خوب است؟ بلکل تک تک بخیر سلامت باشین عزیز محترم. در رابطه با این تخریب خانه ها بر ما بگو که آیا شما نمیدونستین یا نقشه ناحیه را ندیده بودین که در اینجا قالب نایم لیدلی و او تیز چلو شجایی نو و پپای مخیسته و پوخته و لانتری صحیح ده دونی نیده کنه دما نوم علی شا صحیح احمد زایده صحیح پرما میور کرده ور اغلام سیتر ده پیسی موسی و تاسی ده وران که بیا مونگ ده پیسی در کهو ده پا مونگ ده وران که پیسی با بیا را کهی سر بارتون گفته که پیسه میتی ده میگا خطوال خونه داده. چقدر مصرف کرده بودید خانم؟ از یک لک میتل بیش یک لک مصرف کرده بودیم. سه منزل یک لک دلار. یک لک دلار.
دروغ من نگم یک لک تالا حاجی صاحب حالا خود او تو پیشتر تا سر تپه کارتنه و چهار سرکه اومده بود وقت خانه رو جور میکردین شما باید آجو میکردین تا زدیم اینجا ما انده بودیم یزده متر یک انجینر مرا گفت حالا یه زیاد گرفتا چند متر؟ باید یزده متر ما منده بودیم از این سرک تا از اون سرک تا پخته حالی این پخته رو بیران میکنه سی متر سی متر پخته باید خراب شوه خراب شوه آجی صاحب این سی متر پخته که تخریب شوه این خانه شکست نمیکنه شکست نمیکنه باید که اتوش تخریبش کنه که دیگه خراب نکنه حکومت هست وسایل رو بیاره شم سوی عریش کنه که دیگر توان نرسن حالا فیلن هم این کسایی که کار میکنن شخصی خود تو یه شخصی با پیسه بگیرن که یه شدار خراب میشه و خوب کار ما بیا نی آیسی بی یک بسو زمین اینجا چند است؟ یک بیس پس زمین اینجا با وقت که بگم یک بیس پس زمین با بیس رک رو پام نمیتا سر سرک هست از ما اونجا دکانم بود سرک هست و اینجا خانه ها بوده که این دکانه بوده آسیب این ساختمان هم چپه میشه کنم ایسیش ما دو میگه که فیصل داده یه رکمان خب ما مریضه میکنیم که او را من در فرما شده رو بیارد بکنیم با خاطر نظر به این تخریبی که این طرف سرک هست اون باید دیرانش آه ما یک گتاق تخریب کردیم بخود بخود این همی جا خواهد داده این همی دروازه اونمو یک گتاق با ما میمانه اون چیزه تو اونجا خراب میشه تو یک بریم بالا بینده عزیز از آجی صاحب خیلی زیاد تخریب میشه اول خود گفت یک اتاق من گفتم برو خود یک اتاق قدر درد نداشت خود باشد بینده که تخریب کرد یک چی رو میگیریم خوب میگیم کلش رو بیرن کن ما میگیم که از اندام اینجا پیش نروا آجی صاحب حالا خط خود بر تو در اونجا زدت بیا خط که وانا شده داده و جوانا بوده اصلا می خط نشده که کل دنیا رو خراب میکنه چرا؟ با بیچی ما کجا بریم از این ملک هستیم از افغانستان هستیم دیمیم ریش ما سپلیت کردیم خدمت کردیم این طور خونه میشه که کل دن اولو او را بنامی اما نمیشه بغیر از نمیتر که او طرفه نه خرابری از این چی کرده یا به زور بود یا کلش هم یکیم که کلش هست تو کلش هست باشه مجبور بریم دیگه ها؟ چی کنیم دیگه؟ مجبور بریم دیگه کلش بیران کنیم مجبور چی کجا بریم؟ هی نه سایت کنیم کماربان نبرسا کردیم کماری ما چی میکنیم دیگه ما چی کنیم؟ ابتا سالا آدم هستیم اینطور خونه میشه که یک ظلم هم خوب نیست ناسب یا خدا میگه روان از خدا کنه که پیسه بتونه نه قوانی جور کنی بخیر باید پیاده و کم کنه سه متر نه یک و نیم متر تیر میشه خانده مردم چی کنه دیگه خواهی سه پیسه برات میتونه که بوده اگه پیسه که میتونه خدا چه رقم میشه برو دیگه بخیر سلامت باشه آجی صاحب قربانه آجی صاحب میگه که اگر تا اون ایسه خط اندازی اگر تخریب شد کل خانه را اعلام میکنم دیگه میره با هموطن دیگه هم صحبت های میداشته باشیم امیدوار هستم که به زودترین فرصت برای سه پولشان را بپردازه تا باشه بخواهی که سایه دیگی که میخواستن کوچ کنن یا دمینجا میخواین از اقل یک منزل دیگه جور کنن که تمام فامیلشان اکتفا کنن همه گی نظر داشتیم و با این برادرم صحبت میکنیم کسی که باید ایسه را تخریب کنه با می چرخه که داره سلام علیکم علیکم السلام چی حال داری صحت خوب است بخیر سلامت بچش نظر تخریب زیاد گرفتیم از سوال متفاوت میگم اول درباره می قلبا بگو که اینقدر ای بی سی رو زیاد نشته کردیدش والا یک زمان دیگر بگم عاشق شده بودیم یا همی چی از ایرام نزدیک و همی قلبش نزدیک بیار که تا مردم ببینه خواه یا یکان چیز دیگه میگم تو یک مسئله بود یک بیعقلی کرده بودم میره زده مال پیش ایمان هستیم از امی کار خواه مسئله عاشقی باز چطور شد؟ هیچ نتیجهش؟ نتیجهش بفایده هر دو طرف عاشق بود یک طرف ها؟ هر دو طرف آرسی کردی باز بایش؟ نه با او آرسی نکردیم با خود دیگه کس آرسی چرا چی مشکلات ها باز با بانم هست؟ اما تو دیگه دل از اون نشد آرسی نکرد این حالا خود تو اینجا سه دانه حرفا نشته که دو دختر دوست داشتی یکی خود نه خود دو یک نام داشت که با دو حرف بیادر معلوم میشد مخاطب میشد این دو تایش از اون چیش از خودم ای از خودت هست نام چیز؟ عزیز آقا عزیز آقا خودش هستن این طرف هم نفر اصل است
این طرف هم نفر اصل هستن. آجا که نرسیده ده گال دست شما نما گفته هم مردم چتل نویز چتل نویز برمانده بالا رسی کدی؟ آه زنکه نمی یکان وقت پس که ده گالی خلاش نه دگه زن اقا دگه بدر ایچی نداره که گپ بزنه جرات نداره؟ آه دواری گذاشته تان پرسانت نکدن؟ نه تان برش چیز نگفتی؟ نه هیچ نگفته که اینجا چی هست؟ پرسان نکدن خسارت هم نه این بچه دیدن هم ندید باید پت کده بدم اون وقت حالا که میبینید چی میگم؟ حالا که میبینم میگم این چیز میگم یک چیز نا چی خب پت که بودی اینجا خوالا همون تا بسیار به نظرم بیشی خلاص و بس میگم برو خوب بچه از کارگر هست خبر نیست که باید زیر پلاو مولیست زیر پلاو مولی؟ حال تو مولی نیستی دیگه؟ نه خواه یک ذره دادر شوخ طبیعت هسته دختر چون نگرفته؟ دختر یک سیاه و چرک در این سیاه و چرک که تزی دادر هر از کالای زیره کی میشوه دختر چی کار بار میکرد؟ والا خوب اختصاص شان خوب بود مکتب اون خانده بود؟ آه بیانه خدا مهربانه بر عاشقا چی پیام داری؟ عاشقا فقط برو پشت همی کار نگرده بیدر خلاص روز تا نگم میکنه بس خلاص بیدر یک پشت یک کار رو بار یک درس خدا بخانه دیگه یک کدام گفتنی خاص ندارم فایده ندارم بخیر سلامت تشکر بیندوی عزیز در کنار ما یکی هموطنای دیگه ما هستن که فعلا هم خودشان امو یگیسی که در نقشه سرک از خانه خود تخریب بکنه به خاطر اینکه سرک انکشاف پیدا کنه السلام علیکم و علیکم السلام مونده نباشه شکر الحمدلله بخیر سلامت باشید در رابطه با این بار بگوین که از چه وقت شما تخریبات شروع کردید و ناحیه چه وقت برتون اول در خو پرون من شروع کرده کار نو نهی با که دیسی مخ که به وقتا عدر کرده ای چقدر این طرف تخریب میشه تا کجا تخریب میشه چند متر؟ 13 متر 13 متر اون تا اونو ایسا باید تخریب شود دوستای عزیز که شما در تصویر ببینین باید تخریب شود 13 متر این طرف 13 متر اون طرف سرن؟ گرلسه خواه گرلس دفاع خیلی کلان میشه 13 متر که در اینجا سرک فرعی ساخته میشه در پلوش هم کانال و او طرف شام پیاده رو هم ساخته میشه که چهار سرکی او طرف تر تکمیل بشه که نمیجا آغازین مرحله این سمت است که سر تپه کارتیناو شروع میشه به طرف مارکت کارتیناو میره در ارتا به این بار با بگین که قمی جایدادش مربوط شخصی خودتان میشه یعنی جای دولتی بوده نه من خوالا مزدورانی دم پا تکنی ولی آقا چط نوونی سلان ده پوری حتی زرفی نی ولی سی یا کسایی هستن که تکه گرفتن و خاطر تخریبش و این تیم رو که شما ببینید جا کار میکنن اصل فامیل والا کجاست؟ فامیل والا اینی خامیش هست بسیار خوب به 8000 افغانی چند روز انشاءالله تخریب خود شد؟ میشه سه چهار روز میشه بخیر سه چهار روز تخریب میشه بخیر سلامت باشیم موفق باشیم قربان باشیم دوستای زمین با هموطنان دیگه هم صحبت می داشته باشیم و از اینجا بر شما تصویر می داشته باشیم شما ببینید که سرک تخریبش یا برداشتن موانع عمل از اینجا شروع شده دقیقاً چهار سرکه تا این ساحه آمده بر شما به تصویر می داشته باشیم چهار سرکه تا سر تپه کاپینا آمده از او به این طرف قطع شده بود که حالا فعلا سرک فرعیش هم ساخته میشه بلدان هم ساخته میشه و کانال هم در اطرافش ساخته میشه اما اون طرف سرک هم تخریبا جریان داره که شما در تصویر میبینید خانه که در این مسیرش هم یک ساختمان بزرگ است نمیدانم که چقدر این ساختمان هم در نقشه هست یا نیست اونجا برش یک نشانی زده که 1 متر 24 سانتیش باید تخریب شود این که نمیفهم که چقدر این دیگه ساحت تخریب میشه نمیشه میریم پوش میگیریم که نظر همدران داشته باشه We'll be right back.
السلام علیکم ایسا. وعلیکم السلام. ساعت خوب است. بخیر سلامت باشید. ایسا محترم به صفت یک شهروند نظر شما را می داشته باشیم در رابطه با انکشاف سرک و اینجا چنین ساختمان ها هم تخریب میشه به خاطر از اینکه سرک انکشاف پیدا کنه. چقدر واقعا ضرورت بود و چقدر اهمیت داری سرک به نظر تو؟ در هر جایی که سرک هستن آبادی است و هر جایی که راه هستن سرک هستن اونجا آبادی به بین میاد و عبور و مرور مردم و اشیاء و تمام اگه چیزهای ترافیکی روبرو میشه مردم ها بسیار راحت و سهولت میباشن. ولی در شرایط کنونی اگر ما بگویم که اونا نان شب نداره، خانه در زندگی پیدا نمیشه، تمام اگه دنیا را میپلن لیکن خانه پیدا نمیشه، دکان پیدا نمیشه و این مردم ها هم کار ندارن، بیکار هستن. از یک طرف خوب است که شهر ما آباد میشه و از دیگه طرف یکمه که چیز هستیم به خاطر از که مردم بیچاره هستن، کار نداره، روزگار نداره، مشکل دارن، یعنی میاد از دی طرف بیشانم مردم هست. آیسه به این مسئله گفته میشه یکی سی شفاخانه هم باید تخریب شد، چقدر دیگه داره؟ خب شفاخانه چیز خود داره به خاطر از همی که اونا را قبلا گفته بودن که شما شبخانه را آباد نکنید و باز هم از طرف شهرولی اونا گفتن که ما آبادش میکنیم و در آینده ما کدام شکایتی نداریم و این در زمین های دولتی هستن، اونا ما حق خدا وقت گرفته و واقع سرمایه دار هستن، ولی وای به حال این بیچاره ای بدبختی که اونو می هستن. اینی صاحب شما خواهد تجربه داریم، اینجا من سای دولتی هست و این مردم غیر قانونی جور کرده بودن، در اون اوائل هم برشان گفته شده بود اینجا سرک است. نه خیر صاحب، اوائل نگفته بودن، بسیار از وقت این از زمان دکتر صاحب نجیب و بیامورز از اون وقت به این طرف مردم ها گنجایش در افغانستان در کابل زیاد شد، بعدشان ما هم همیجا بدیم و اونا برشان گفتن که اولادای ما تمام اگه در پلیس هستن در اردو هستن در دیگه هستن یا برای از یا چی خانه بده جور کن یا ایست که برادر بعد از اون نمود شد که خود چیز گفتن که نه آبادشان کنین مگر به نقشه شهرولی مردم زوراور بودن هر جای آباد کردن نه شهرولی را نه نقشه را هیچ زرم به نظر نگرفتن یه زمین زمان سابق بودن که آباد کرده ولی زمین ها کلگی دولتی هستن 85% شهر کابل کلگی دولتی هستن 15% همه چیز هستن شخصی هستن. بخیر سلامت باشه، ممنون زنده باشه. دوستای عزیز میریم پیشتر با همتر دیگه هم صحبت می داشته باشیم و از اون تپه بزرگ هم بر شما تصویر می داشته باشیم، چون اون تپه یکی از بزرگترین تپه است و خیلی هم شاید وقت گیر شد تا اینکه هموار شد و به خاطر انکشاف سرک. بیده عزیز در کنار ما یکی از بزرگای دیگه است که میگه یک مارکت داشتن که فعلا هم در حالت تخریب روان است. اگه ما صحبت کنیم. سلام علیکم. و علیکم السلام. چطور داری برادر؟ شکر خوب است. شما خوب هستید. بخیر سلامت باشین. در رابطه با این جایدادتون بر ما بگو که از چه وقت شده بود که شما اینو جور کرده بودین و چقدر مصارف کرده بودین؟ تقریبا یک 15 سال میشه که را ما جور کردیم. ما خود ما مسافر بودم به کویت. چیزی پیسه که پیدا کردیم یک سرپناه برای فامیل خود، برای اشتکای خود این مارکت ای خانه را جور کردیم. حالی که از طرف شهروالی برای ما گفته شد 3 ماه پیش که پیش از تخریب بر شما پیسه داده میشه باز از اینجا شما میبراین، حالی که نه برای ما پیسه چیزی داده شد نه امو غم استملاک ما که استملاک ما پیسی ما چی غم میشه چی گپ هیچ چیزی معلوم نیست. زمانی که شما مراجعه کردیم به شهروالی چی گفت براتون؟ شهروالی برای ما گفته که استلامای شما به نهایت تال خورده تا بالی نامده برای ما مسئولیت ما نیست که استملاک برای ما گفته در خود چی که آمدیم نهایت که آمدیم اونا برای ما گفت که این کار وکیل گذر است. ما برای رئیس استملاک گفتیم که 3 ماه پیش شما امرای ما وعده کردین که پیش از پیش که شما میبراین پیسه براتون میدیم که یک جای سرپناه یک خانه کرایی برای خود بگیرین. حال دیگه بیخین نیم و موقت هم دو روز برای ما وقت داد.
یک بسپا زمین اینجا به چند است و شما چه مصرف کردیم؟ ما اینجا تقریبا 50,000 دلار مصرف کرده بودیم، 3 منزل جور کرده بودیم که حال کلش ویران میشه دیگه. امیدوار هستم که بزرگترین فرصت شهرواله کابل هم برای هموطنان ما که خانه ها و مارکت هایشون در نقشه سرک است پروژه بپردازد تا باشه که مشکلات اینها هم حل شود. گفته میشه یک سی زیاده از این مارکت ها در زمین های دولتی اعمار شده و در حریم سرک بوده. جور شده خو کارتینا بر شما معلوم است که تقریبا کم از کم 70% شمیت و جای خود سر است که بنفشه است که جور کرده. چرا بیروبار بودن از وقتی نجیب جور شده در اینجا خانه، باز وقتی کرزه اشرفغنی زیادتر خانه جور شد چرا که جای نمره ای نبود. این طرف هم باید هموار شود؟ این طرف هم و طرف یک سلولاین تیر میشه همراه پیاده رو. دیگه این خصیص است برای وطن، برای چی ملک آبادی ما میشنی. خب ما مردم غریب هستیم، پیال 4 سال است که ما بیکار هستیم، هیچ چیزی نداشتیم. ما یک دکان داشتیم که از این برای ما عید ما می آمد، مثال ما یک چیزی به فامیل خود نفقه حالا پیدا می کنیم. سلامت باشم، امیدوار هستم شهرواله کابل و مسئولین هم گزارش ما را ببینن و از مشکلات هموطنان ما که در اینجا پیش می کنن هم توجه کنن. بسیار تشکر، سلامت باشید. بینده عزیز این طرف هم اینمی تپه که شما می بینین باید 13 متر نظر به گفته مردمان محل باید تخریب شود که بدون شک در بالای از این خانه ها هم است که اگه سی خانه خودش هم تخریب شروع کردن اونجا هم تخریب جریان داره. خانه کانکریتی و پخته است، طرف هم خانه هایی است که بسیار زیاد خدمات دارن. اما در اون اوایل هم برشان گفته شده بود که اینجا هر روزی که باشه بالاخره سرک انکشاف پیدا میکنه و 4 سرک تطبیق میشه، چون که تا سر تپه کارتینا 4 سرک است و از مارکت کارتینا به اون طرف 4 سرک است. در مابین 2 سرک بوده جمع همی پیاده روایی را که شما میبینین. با حال فعلا حکومت پلان گرفته که این سرک انکشاف بده و از بیروبار ازدحام از این ساحه نجات بیابه مردم. اینجا عزیز در کنار ما یکی از جوانای دیگه است که اینجا هم دوکان و مارکت شده بود و فعلا هم باید تخریب شد. سلام علیکم. و علیکم سلام. چی حال داری برادر؟ خیر باشی. دوکان شما قبلا که داشت چی میفروختین در اینجا و چقدر جایدادتان تخریب میشه؟ برای اینجا خونده پروشی بود یا نه ایره نام جور کرده بود. ها چقدر مصرف کرده بودین؟ مصرف زیاد کرده بود. پیسه بود کلان سه چیز آقا بودو مصرف کرده بود. دیگه خوب است سرک جور شد، خوب است سرک ها جور میکنم. جایدادش چیه؟ جایدادش دولتی است؟ دولتی، جای کلش دولتی است. سر سرک دیگه مردم جور کرده بود خانه؟ سر سرک جور کرده بود، خیلی بسیار خوب شد سرک ها دراز شد و کار خوب میشه. چقدر بیروبار بود اینجا؟ اینجا این سرک جور شد چقدر بیروبار کم میشه؟ بیروبار زیاد کم میشه، به خاطر که این دکان ها اینجا دکان ها بود، اینجا مترات تمام بین سرک استاد میشد، کل را بند میبود، بیروبار کراچو استاد میشد دیگه دیگه. ولی که اینجا دکان ها بیران شد، سرک ها جور شد، خوب است، باش بیشتر هم جای داره، زیاد جای داره. شما را مصارف داره میتن دولت؟ ولی اگر بگم که مصرف میتن یا نمیتن، خوب کار خوب است که سرک ها جور شد. بدون شک موفق سربلند باشه، بدون شک مثل شما را هموطن ها ضرورت است تا قربانی بده تا وطن آباد شد. بدون شک میره پیشتر با هموطن های دیگه صحبت میشه. بینده عزیز قسمی که شما میبینین گزارش روز اول هم شما دیدین که تخریب شروع شده بود و فعلا هم به شدتش جریان داره و مارکت های زیاد تجارتی هم تخریب میشه و اینجا بیشتر رستوران ها بود که نمی رستوران هم یکی از مشهورترین رستوران های سای کارتینا بود که شما در تصویر میبینین که بیشتر صاحبش گفتم که بیا برای مصاحبه کن و بیادا اصلا حوصله مصاحبه نیست و بعد خواستم که خیلی هم تمانی شدیم و توان دوباره جور کردن دکان هم پیشم نیست و در زمین این طرف هم دکان های زیاد تخریب شده. از همه مهمتری که او بغل سرک یک مسجد بسیار بزرگ هم هست، باید یک ایسی از این مسجد هم شهید شد متاسفانه.
و در اطرافش هم مارکت های بزرگ تجارتی زیادی هستند که مشهورترین 4 ساختمان بزرگ شفاخانه های خصوصی است که باید تخریب شود. و جالبتر هم است که صاحبای اون شفاخانه هم قسمی که مردم گفتن که چون صحبت داشتیم گفتن که صاحبای همین شفاخانه هم خبر بود که اینجا نقشه سرک است، اما گفتن که ما جور میکنیم تا وقتی که حکومت به ما چیز نگه بالاخره ما استفاده نهید. در صورتی که حکومت گفت تخریب کردیم ما هم تخریب میکنیم، فعلا هم عملا شروع شده آیسته آیسته کار تخریب اون شفاخانه های بزرگ در مسیر. از وای طرف هم فعلا جریان داره به شدت. امیدوار هستم که یک گزارش امروزی مورد توجه شما ایزم قرار گرفته باشه و در ضمن هموطنایی که خسارمند هستن امیدوار هستم که شاهوالی کابل هم به زودترین فرصت خسارشان هم بپردازه برشان تا باشه که مشکلات اقتصادیشان هم حل شود و بتوانند یک سرمایه دیگه در یک سایه دیگه جور بود. گزارش امروزی تا گزارش های بعدی، الله حافظ.